من توران زندیه هستم، از خانواده زندیه که پدر من اهل شرکت نفت بود و خواه نخواه ما در مناطق نفتی زندگی میکردیم. ولی بعد از اینکه بچه ها دوتا بیشتر شدن، ما مجبور شدیم تو کرمانشاه بمونیم و پدرم تنها به مناطق نفتی بره که من در کرمانشاه متولد شدم. و در سال 1318 تا 12 سالگی در کرمانشاه بودیم و میخوام به شما بگم که شاید خوشبخت‌ترین لحظه های زندگی من از اولین لحظه تولدم تا قبل از اینکه وارد زندگی اجتماعی بشم ادامه داشت. پدر من یک مرد ورزشکار، متفکر و بسیار بسیار سالمی بود. مادر من از یک خانواده خیلی خیلی اصیل و محترم بود که اصلا اهل آذربایجان بودن و با وجودی که پدر من در ماموریت بود بیشتر وقتش، مادر من در اوج مهر و صفا یک محیط گرمی رو برای ما به وجود آورده بود که من خودم یادمه همیشه احساس میکردم که من پرواز میکنم در زندگی. علی‌رغم تمام زیر و بم هایی که تو زندگی داشتیم، به دلیل اینکه من درست در سال 1940 که جنگ جهانی دوم بود به دنیا آمدم، در نتیجه با تسلط انگلیسی ها بر شرکت نفت، خواه نخواه تلاطم زندگی ما خیلی خیلی زیاد بود. پدر منم آدمی نبود که زیر بار بره، در نتیجه مشکلات خیلی زیاد کاری براش به وجود اومده بود. ما از نظر مادی هم حتی دچار زیر بم های فراوانی شدیم. در یه مدتی نسبتاً هم طولانی بود، کم نبود، ولی هرگز احساس نکردیم ما کم بود داریم، هرگز. به خاطر همون عشقی بود که مادر من به ما داده بود. تا اینکه 12 سالم شد و دبستانم تموم شد، متاسفانه یه روز صبحی که داشتیم می‌رفتیم، هفتم دی ماه بود که فکر میکنم 1330 بود، به ما خبر دادن که پدرمون از کوه افتاده، سقوط کرده، که تنها رفته بود کوه روزی که خیلی خیلی برف شدید بود و وقتی که به ارتفاع رسیده بود، وقتی قدم برداشته بود در اون مسیری که همیشه میرفت، اینقدر این ارتفاع برف زیاد بود که زیر پاش خالی میشه و میفته تو دره. در اون زمانی که پدر من از دنیا رفت، برادر من در دانشگاه تهران دانشجو بود و حدود 11-12 سال با من اختلاف سن داشت. اون موقع به ما گفتش که حتما همه بیاین تهران با هم زندگی کنیم و ما رفتیم تحت تکفل برادرم قرار گرفتیم، که برادر منم به نظر من فوق‌العاده بود، فوق‌العاده، و یه کارهایی رو در زندگی ما کرد که زمینه ساز اینی هست که ما الان داریم. اولا اینکه با حضور مادرم ما همیشه یک زندگی به هم پیوسته پرمحبت عاشقانه و با همکاری همدیگه داشتیم. یعنی امکان نداشت کسی یک کاری رو بکنه یه دست باشه فقط، یعنی دست‌های مختلف میرفت و باش همکاری میکرد. بنابراین ما همه کارهای زندگی رو با همدیگه دست جمعی انجام میدادیم. صبح هم که مادر من همه ما رو روانه مدرسه و دانشگاه این ور اون ور میکرد و خودش تنها بود خونه. بعد وقتی که تو خونه بود، بعد از اینکه کارهای معمول زندگی رو انجام میداد، هیچ وقت بیکار نمیمون، یا قلاب دوزی میکرد یا اینکه چلتیک درست میکرد از پارچه هایی که برای ما لباس میدوخت، که همیشه هم لباس ما رو خودش میدوخت.
از اون پارچه‌های اضافه که می اومد این تیکه‌های رو به شکل‌های مختلف در می آورد و اینا رو کنار هم دیگه می‌دوخت و برای ما روله‌هافی درست می‌کرد که من همیشه در خوشم می اومد. می‌گفتم به مادرم می‌گفتیم عزیز جان، گفتم عزیز جان روموتک‌های من، روله‌هاف من، همه چیز منو چرتی که بکنه انقدر قشنگه، مملو از رنگ. دبیرستان هم دبیرستان اسدی بود در خیابون آبسردار، اون موقع بهترین دبیرستان بود، به غیر از مثلا مدرسه امریکایی ها که زمانمون مدرسه امریکایی ها بود که ما نمیخواستیم اونجا بریم اصلا. تا اینکه دیپلمونه که گرفتیم بلافاصله ما معلم شدیم با پیشنهاد برادرم، البته شرایطش هم یعنی زمینش هم فراهم شد و ما معلم شدیم. از شما چه پنهان، وقتی که زمینه معلمی برای من فراهم شد من به پهنای صورتم اشک می‌ریختم و می‌گفتم من متنفرم از معلمی، غافل بودم از اینکه با اون آینده که من در زندگیم داشتم چقدر این معلمی برای من کارساز بود. به هر حال معلم شدم، همون سال کنکور دادم و از دانشگاه قبول شدم. به خانوادم گفتم من خیلی خیلی دوست دارم برم نقاشی. زمینه نقاشی من به این شکل به وجود آمد در خانواده که برادر منم نقاشیش خیلی خوب بود و همیشه از ما میخواست که مثلا دکوراسیون خونه رو انجام بدیم، از ما میخواست که یه وقتای طرح‌هایی بزنیم، یه کارهایی بکنیم. و در دوران کودکی اون زمانی که ما بودیم اسباب بازی که وجود نداشت، تنها اسباب بازی ما مثلا یه مجسمه های گلی بود که درست میکردن، دست ها چسبیده، پا ها چسبیده، روی سر فقط معلوم بود، روش هم نقاشی رنگ میکردن که مثلا چش و ابرو و دماغ دهن اینا دیده بشه. اینا مثلا تنها اسباب بازی بود که میتونن برای ما بخرن. اما کاری که مادر من میکرد این بود که یه مقدار زیادی خاک رو می آورد گوشه حیاط میریخت، یعنی علک میکرد و میداد به ما، میگه شما اینو آب بریزین، آب زیادم نریزین یا بمالین این خاکو، اینقدر بمالین که به دستتون نچسبه. اما شروع میکردیم به مجسمه سازی. این یکی از کارهای قشنگ بود. یکی دیگه از کارهای قشنگی که در دوران کودکی میکردیم در شرکت نفت، اون موقع به جای این بشکه ها که بود برای مصرف داخلی یه چیزه بود از جنس حلبی، بعد این یه پیتای درست میکردم که درش رو یه مربع باز میکردم و یه دونه دایره به خاطر اینکه نفت ازش بیاد بیرون میذاشتن در اون دایره هایی که در میآوردن، پدر من اینا رو جمع میکرد که به درد اونا نمیخورد، میریختن بیرون. یه تعدادی میآورد خونه میداد به ما، به ما یاد داد که ما این دایره ها رو بعضیاشو درسته درست نگه داریم، بعضیاشو تا کنیم با دستمون راحت تا میشدیم. بعد مثلا یه دفعه برای ما صندلی درست کرد که مثلا اون دایره که ما داریم اینا رو می‌زدیم این بر مثلا، بعد پشتش رو درست می‌کردیم، پایه درست می‌کردیم، همه این کارا و خیلی چیز قشنگی در میومد. یواش یواش مثلا تخت درست می‌کردیم، یواش یواش مثلا چیزای دیگه درست می‌کردیم. اینم تنها اسباب بازی بود که ما در طول زندگیمون داشتیم و خیلی لذت می‌بردیم. یعنی معمولاً اسباب بازی زمستونی ما بود، تابستون هم که تو حیاط مجسمه سازی می‌کردیم. این چیزی بود که ما تو زندگیمون داشتیم.